تغذیه و تندرستی. مضرات فست فود. فست فود ها غذاهایی که این روزها طرفداران زیادی در بین سنین مختلف پیدا کرده و این علاقه کم کم از حالت تنوع غذایی و مصرف تفننی به برنامه‌ای ثابت در رژیم‌های غذایی روزانه اکثر مردم تبدیل شده. چرا خوردن فست فود خطرناکه و این غذاها در فهرست خوراکی‌های ضد سلامت دنیا طبقه بندی میشن؟ فست فودها از نظر ویتامین و املاح مورد نیاز بدن ارزش غذایی پایینی دارند و در هرم غذایی در گروه متفرقه قرار می‌گیرند. در تهیه این نوع غذاها از طعم‌دهنده‌های متنوع مانند رب گوجه، سس مایونز، کالباس، سوسیس، همبرگر، پنیر پیتزا و روغن‌های مختلف استفاده می‌شود. ادویه‌جات و طعم‌دهنده‌هایی که در تهیه انواع گوشت‌های فراوری شده مانند سوسیس، کالباس و همبرگرها استفاده میشه میتونه باعث بروز حساسیت و مشکلات گوارشی و نمک بیش از اندازه موجود در انواع اینها باعث ابتلا به بیماری فشار خون بشه. بیشتر فست‌فودها با غوطه‌ور شدن در روغن داغ تهیه میشن و مصرف مداومشون میزان کلسترول بد رو به شدت افزایش میده و این چربی‌ها همون چربی‌های مضری هستن که میتونه در دیواره سرخرگ‌ها رسوب کنه و باعث مسدود شدن اونها و در نتیجه افزایش احتمال سکته قلبی بشه. احتمال ابتلا به کبد چرب در کسانی که زیاد فست‌فود میخورن بیشتره و چربی زیاد این غذاها و کالری بیش از اندازشون باعث ایجاد چاقی به خصوص در نواحی شکم و به دنبال اون ابتلا به دیابت میشه. مصرف زیاد این غذاها در کودکان و نوجوانان به دلیل ارزش غذایی پایین باعث اختلال در رشد اونها میشه. همراه بودن نوشابه های گازدار در کنار فست فودها یکی دیگه از مشکلات این غذا هاست. اسید موجود در نوشابه های گازدار موجب فرسایش مینای دندان شده و همچنین قند بالای این محصولات باعث پوسیدگی دندان ها و اضافه وزن میشه. یکی از راهکارهای کم کردن مصرف فست فودها تهیه انواع سوسیس و کالباس و همینطور پیتزا با انواع سبزیجات مختلف در منزل، تغییر سبک غذایی و تشویق اعضای خانواده به مصرف غذای سنتی و ایجاد تنوع غذایی در برنامه روزانه است.